آزادی، عدالت، دموکراسی، برابری، جامعه مدنی، پاسخها در کدام دالان و نزد چه کسی است؟ کی من؟ کی این؟ کشته و زخمی، تخریب گسترده اموال عمومی، آتش سوزی های وسیع و صدها مورد تخریب خودروهای مردم حاصل دو هفته قانونگریزی و خودخواهی میر حسین موسوی است. موسوی کاندیدای افراطیون و احزاب سقلوی مشارکت، کارگزاران و مجاهدین که ابتدا با ژست قانونگرایی پا به عرصه انتخابات دهم ریاست جمهوری گذاشت، پس از اینکه با رأی منفی قریب به 25 میلیون ایرانی مواجه شد، بلافاصله تمام ادعاهای پیشین خود خصوصا قانونگرایی را به ورطه فراموشی سپرد و چهره واقعی خیش را که در پس شعارهای پرتمطراق دوران انتخابات مخفی کرده بود آشکار ساخت. نامزد تندروهای مدعی اصلاح طلبی فردای انتخابات 22 خرداد بدون ارائه هیچ سند و مدرکی و در شرایطی که بیش از 40,000 نماینده او در شعب اخذ رأی عملاً بر سلامت انتخابات صحه گذاشته بودند، حکم به ابطال آرای 40 میلیون ایرانی صادر کرد. او به همین مقدار هم بسنده نکرد و با بیانیه‌های تند و تحریک‌آمیز که مدام از پی هم صادر می‌شوند، هواداران خیش را به توسل به ابزارهای غیرقانونی فراخواند. این حرکت فراقانونی با برپایی تجمع بدون مجوز 25 خرداد ماه در میدان آزادی به اوج رسید. تخریب صدها دستگاه اتوبوس و وسایل نقلیه عمومی، آتش زدن وسیع بانک ها، شکستن شیشه های منازل مردم نمونه ای از کارنامه 25 خرداد 88 آشوبگران طرفدار موسوی است. طبق آمارهای رسمی فجایع 25 خرداد به کشته شدن حداقل 7 انسان بیگناه، 36 زخمی و تخریب گسترده اموال عمومی و غیره انجامید. مدعی قانونگرایی پس از بروز این فجایع باز هم به قانون تمکین نکرد و سرکشانه به صدور بیانیه‌های تحریک کننده خود ادامه داد. او حتی از تسامح نظام اسلامی سوء استفاده کرد و با متهم کردن حاکمیت جای شاکی و متهم را تغییر داد. از شخصیت‌های خدوم انقلاب ایشون هم خدمات زیادی کرده. در دلبستگی ایشان به نظام و انقلاب هیچ شکی نیست. این وضعیت تأسف‌بار موسوی حتی پس از بیانات راهگشا، محبت‌آمیز و هشدارگونه رهبر معظم انقلاب نیز ادامه یافت و آشوبگران حامی او در روز شنبه 30 خرداد فاجعه دیگری در غرب تهران آفریدند. موسوی اما
پس از این فجایع باز هم لجوجانه در کرسی شاکی نشست و با صدور بیانیه ششم آشوبگران را مردمی نامید که به خاطر اظهار نظر با آنها برخورد شده است. بسیاری از قربانیان حوادث اخیر به وضوح اعلام کردند که میر حسین موسوی را عامل اصلی جنایات و فجایع دو هفته اخیر می‌دانند و در همین زمینه نیز بیش از 2000 شکایت مردمی از طرف خانواده‌های کشتگان و مصدومان به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است. در حالی است که اخبار و قرائن مفصلی وجود دارد که میان آشوبگران روزهای اخیر پولهای کلانی توزیع شده و برخی افراد که تمامی آنها شناسایی شدند مشغول سازماندهی اراذل اوباش برای ایجاد ناامنی در خیابانها بودند. دنبال چیز خاصی نبودم. من فکر میکنم که یه جورایی از طریق شبکه هایی مثل بی بی سی و وآ تحریک شده باشیم و یه همچین عمل غیر اخلاقی رو انجام داده باشیم. تمامی این اقدامات در چارچوب حمایت از میر حسین موسوی انجام شده و در موارد مهمی از آن اعضای رسمی ستاد او و اصلاح طلبان نزدیک به او دخیل بودند. موسوی در حالی تلاش می‌کند مجموعه این اغتشاشات را مردمی جلوه دهد که مجموعه آشوبگران بیش از چند هزار نفر نیستند و توده 13 میلیونی رأی دهنده به او نه فقط هیچ گونه همراهی با این تحرکات از خود نشان نداده، بلکه به روش‌های مختلف از جمله تماس با رسانه‌ها انزجار خود را از این قبیل حرکات او ابراز می‌کند. ما مطیع رهبریم. آنچه که رهبر بگه جان و زندگی و مال و هستیمون والله میدیم. استدلال‌های حقوقدانان در مورد مسئولیت جزایی، مدنی و سیاسی موسوی در ارتکاب جرائم و جنایات اخیر را در روزنامه کیهان بخوانید.